بحران آب در عراق به ویژه در بخش از این کشور که تا چند سال پیش از دست داعش آواره شده بودند به نگرانی جدی تبدیل شده است. خبرگزاری الجزیره در گزارش ویژه در مورد بحران آب در عراق از روستاهای علنکور این کشور یاد کرده که ذخایر آبی آن رو به اتمام است. این خبرگزاری گفته 13 هزار نفر از ساکنان این منطقه به دنبال راهی برای فرار و ترک آن هستند اما آنان راهی و وسیله‌ای برای فرار ندارند دریاچه الحبانیه در غرب بغداد که زمانی یک توده آبی به وسعت 140 کیلومتر مربع با ظرفیت 3.3 دهم میلیارد متر مکعب بود با گسترش بحران ویرانگر و مرگبار آب به سرعت در حال خشک شدن است مشکلات آبی عراق که گفته می شود به دلیل کاهش جریان رودخانه فرات از کشور سوریه به وجود آمده حالا به جایی رسیده که هفته گذشته گفته شده که حفر چاهی در یکی از روستاهای این منطقه پس از رسیدن به عمق 86 متری نیز نتوانست به آب برسد و این امر زندگی مردم محلی را به بطریهای پلاستیکی آب وابسته کرده است این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که مناطقی مانند الحبانیه در اوایل دهه 1980 میلادی در دوران توسعه و رونق مالی عراق به عنوان آب انبار و شهر توریستی ساخته شده بودند.